برنامه امید دانا در رادیو صدای ایران. ما درود به یاری اهورامزدا، ما میکوشیم او را برای خودمان با اندیشه نیک خوشنود کنیم، او که خوشبختی و بدبختی را، خوبی و بدی را در گزینش ما نهاده و به ما واگذار کرده است. باشد که اهورامزدا با توانایی خود به ما نیروی این کار را ارزانی دارد تا با پیوند با عشا و بهومن، گروه ما انسانها به سوی گزینش خوب و خوشبختی پیش رویم. یسنا حات 45 بند 9 گادهای بخشور بزرگ اشو زرتوش اسفنتمان بود، پیامبر راستین ایران زمین. بله، همونطور که جناب توکلی گفتن، امروز و رحرام روز از اردیبهشت 3750 زرتشتی که برابر میشه با روز بهرامشید از 19 اردیبهشت 2571 تاجگذاری کوروش بزرگ شاهنشاه دلاور ایران زمین، که برابری میکنه با 8 می 2012 میلادی و در نهایت سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1391 فرار محمد از مکه به شهر یثرب، این پیامبر تازیان. من امید دانا هستم، یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های رادیوییمون رو در این رادیوی گرانبها و قدیمی که ریشه داره آغاز میکنیم. سپاسگزاری خودم از جناب توکلی که این گاه رو به بنده دادن دارم. امشب مهمان عزیزی دارم، مهمانی که بسیار مبارزه، بسیار با ملت خودش صادقه و کسی است که همه جوره من تو این مدتی که در خارج اومدم دیدم که با چه صداقتی فعالیت میکنه و واقعا ایرانو برای ایران میخواد. و من خودم اگر روزی یک ساعتی اگر باش گفتگو نکنم، انگار اصلا یه جورایی یه حالتی میشم که کارامو نمیتونم پیش ببرم. حتما بعد روزی یک ساعتی با ایشون یک گپی بزنم و یه حال و احوالی باشون بکنم و در مورد مسائل روز با ایشون مشورت بکنم. مانند یک برادر بزرگ همیشه کنار من بوده و راهنمایی خوبی منو انجام میده، راهنمایی به من میکنه که در این دنیای پر از گرد چجوری گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون. من در گذشته با ایشون در یکی از این تلویزیون های که در لس آنجلس هست برنامه داشتم و برنامه‌هامونم اون موقع خوشبختانه دیده میشد و از ایران تماس زیاد داشتیم و خیلی از برنامه ایشون راضی بودن و شوربختانه امروز ایشون برنامه ندارن در این تلویزیون و امروز دعوت منو پذیرفتن، منت سرم گذاشتن اومدن. و پیش از این که من این گرامی رو بخوام معرفی کنم، یک آهنگ گوش کنیم و پس از آهنگ من این مهمان ارزنده خودم رو معرفی کنم. اگر میشه آهنگ رو دوست گرامی برای ما بذارید. جناب توکلی با شما نیست. بله، آهنگ منو بذارید. برنامه گفتم مهمان ارزنده ای رو دارم که آهنگ زیبایی رو گذاشتن که شنیدیم، نمیدونم کیفیتش یه مقدار شاید مناسب نبود اما بسیار آهنگ پر احساسی بود.
و این آهنگ که انقدر پر احساسه دوست گرامی به من پیشنهاد دادن و طریق ایشون طریق اسکایپ داشتن پخش میکنن و شاید کمی کیفیتش پایین بود، اما انقدر آهنگ پر احساس بود از دل کسی برمیاد که خودش انسان پاکی باشه و من در نخست برنامه تعریفاتی رو کردم از کسی که امشب دعوتش کردم. این دوست گرامی که من باش همکاری میکردم و گفتم که مانند برادر بزرگتر منه کسی نیست جز سیاوش امانی. من درود میفرستم به سیاوش گرامی و گوی و میدان رو بهش میدم که امشب به یاد روزایی که با هم برنامه داشتیم اومده و با هم گفتگو کنیم. درود سیاوش جان. درود بر شما امین جان عزیز و درود بر آقای توکلی و درود بر شنوندگان رادیو هیستل که همیشه در کنار آقای توکلی هستن و از همه شما سپاسگزارم. از شما مخصوصا امید جان سپاسگزارم که سیاوش گرامی و صحبت کردین. من فکر نمی‌کردم درباره من داری صحبت می‌کنی. وقتی اسم من آوردی واقعا منو شرمنده کردی و عدد خیلی سپاسگزارم و هیچی نیاقت من این نیست که این همه محبت های شما باشم و امیدوارم که مردم به قول معروف تصمیمی رو بگیرن برای آزادگی خودشون که اون موقع است که واقعا چی میگن یک کادوییه که به خودشون دادن. عدتون امید جان واقعا سپاسگزارم. صدای من خوب میاد؟ بله آوای شما بسیار دلنشین و شنیدنی داره میاد. سیاوش گرامی چه خبر از اخبار روز، از شاهزاده، از برنامه هایی که دیگه نداری؟ از واقعا دل تنگ چی میگه؟ کجایی و چه خبر از شما؟ امید جان قبل از که شروع کنیم صحبتی داشته باشم، هنوز من در تلویزیون ایران آریایی هستم و فقط اعتصاب کردم، عقب ننشستم. اعتصابم هم همین بود که صدای جوان ها رو میبرن و از اون طرف میگن که ما این تلویزیون برای جوان ها هست و هیچ خط قرمزی نداریم، ولی متاسفانه در پشت پرده خط قرمز هست. نمیخوام زیاد دربارش بحث بکنیم صحبت کنیم، چون الان اتحاد مهمترین کلمه اصله، فقط به ایران باید فکر کنیم و این اعتصاب من رو ادامه میدم تا زمانی که یک از نظر مدیریت بتونه تشخیص بده و درست بکنه. اگر مدیریت خوب نداشته باشه و نتونه دوستانی که در اون تلویزیون کار میکنن و اعتصاب دارن جوابگو باشه و جوابگو باشه و کار راه حلی پیدا نکنه، مدیریت خوبی نیست و برای در آینده ایران ما همچه اشخاصی رو نمیتونیم داشته باشیم، چون باید بهترین ها سر کار باشن در هر شغلی، از مدرسه گرفته تا پست آفیس یا هر شرکتی، شرکت نفت، دولتی، خصوصی، باید بهترین ها سر کار باشه تا ایران ساخته بشه. ولی از اینکه شما رو میبینم در استاپ نکردی و در فعالیت خودت ادامه میدی و همچنان هم با قدرت هم در این انجام میدی، عدد واقعا سپاسگزارم. هر دفعه که در فیسبوک میبینمت که کجاها میری، با کیا صحبت میکنی، با چه گروه اشخاصی و واقعا از یک شخص ایرانی و بدون طرف، درسته طرفدار پادشاهی هستی، درسته که طرفدار فرهنگ خودت هستی، درسته طرفدار پدر مادر خودت هستی، درسته طرفدار شناسنامه واقعیت که ایران بزرگ هست هستی، ولی بازم گروه های دیگه هستن که مخالف این برنامه باشن، مخالف فرهنگ ایران هستن، شما با در کنارشون هستین و صحبت میکنین و با خوبی و با اون لطافت ایرانی بودنت و آریایی بودنت نشون میدی که در همه کس در کنار این کنار ایرانی ها میتونن زندگی بکنن. از اینکه شما واقعا ادامه داری میدی و با قدرت، واقعا عدد سپاسگزارم که این نیروی رو در بدنت هست و هیچ کس نتونسته شما رو به از پا در بیاره و هیچ تهمتی هم به شما نمیتونه جایگزین باشه تا زمانی که مدرکی داشته باشن. و چه خبر؟ خبرها خیلی خوب امید جان، شنوندگان رادیو هیستر، واقعا خبرها خیلی خوبه. اگر ببینید خوب نگاه کنید، معلومه اینا در کنار هم نمیشن. این به قول من استعمارگر بزرگ که سال 57 تصمیم میگرفتن که بهترین کشور و بهترین نیروی مثبت در دنیا که همون سرزمین ایران هست،
از بین ببرن و جاشو با یک نیروی منفی، شیطان، خون، دغل، دروغی، چاپلوسی، دزدی عوض کنن. و این باعث شد در 33 سال این نیروی منفی که پخش شد در دنیا، اول ایرانی ها رو گرفت، دونه دونه خونه ها، هر کسی که فکر کرد این آتیش دم خونش نمیره اشتباه کرد و آتیش در تمام خونه ها وارد شد و حالا آتیش به همسایه ها که وارد شده هیچی، این آتیش به تمام دنیا داره سرتاسر میشه و این نیروی منفی داره دنیا رو میگیره امی جان. و این نیرو باید از بین بره، نیروی منفی اگر موفق بشه برای همیشه دنیا به طرف نیروی منفی میره و زندگی و انسانیت از بین میره و به صورت یک خرابه پیش میاد و کشتار و ناامنی و ناامیدی برای همه ملت دنیا، فرقی نمیکنه ایران یا جای دیگه. ولی اگر این سیاستمداران اشتباهی که کردن سال 57 این نیرو رو آوردن و الان پاچشون رو گرفته و نمیتونن کاری براش بکنن، نمیدونن چه کار باید براش بکنن، آیا بزننشون، یعنی بزننشون کنار یا اینکه باشون کنار بیان، تو این در این دوراهی قرار گرفتن تمام دنیا. و این نیروی منفی برای بعضیا خیلی سودآور بود و خیلی پولساز بود، برای همین توش موندن. و اگر این نیروی منفی از بین بره، خیلی ها در خارج از کشور، فرقی نداره ایرانی یا خارجی، حالا در هر کشوری دستاشون رو میشه که در چه جنایت هایی سهم سهیم بودن با جمهوری اسلامی و این کشتاری که در هر کشوری در هر جایی اتفاق میافتاد، کیا پشت پرده هستن، کیا بودن. برای همینه که یک سکوتی، یک خلایی پیش اومده بینشون و نمیدونن چه کار کنن. و ولی خبرهای خوب اینه که درگیر شدن این دو نیرو با هم و اگر خوب نگاه کنید در چند روز اخیر در آلمان خیلی شلوغ شده و مسلمان ها اومدن بیرون تظاهرات دارن میکنن با چاقو، با اسلحه، چماق، تیغ به پلیس آلمان حمله کردن و نشون میدن که ما تسلیم نمیشیم و میجنگیم. و حتی در نروژ هم همینطور شلوغ شده، مسلمان ها اومدن بیرون و با چوب و چماق افتادن به جون نروژیا و حتی امروز هم یک چند بمب در هواپیما پیدا شده و سعی میکنن که کارهای تروریستیشون رو انجام بدن، بیشتر بکنن. و خبرهای این هست که درگیری دارن میکنن، میخوان جنگ اسلام رو با به صورت جهان رو با صورت دین بیان جلو و بتونن اینجوری پیروز بشن. و اینجاست که دنیا باید تصمیم بگیره باید چه کار بکنه. و اگر که تصمیم اشتباهی گرفت، واقعا بزرگترین خیانت رو به هموطنان خودشون کرد. اگر اوباما تصمیم اشتباه بگیره، مطمئن باشین بزرگترین خیانت رو به ملت آمریکا کرده، نه به ایرانیا و هر کشوری دیگه. برای هر، از آلمان گرفته، فرانسه گرفته، انگلستان گرفته، هر کسی اگر اشتباه بکنه در این مورد و با جمهوری اسلامی کنار بیاد و بذارن اسلام برنده بشه، با این و بزرگترین خیانت رو به هموطنان خودشون کردن. و امیدوارم که تصمیم بگیرن این نیروی منفی رو عوض کنن به نیروی مثبت که برگردیم، یک سرزمین بیشتری نداریم، یک زمین بیشتر نداریم و این زمین رو در یک 50 60 70 80 سال طول میکشه یک انسان اوریج بگیم 80 سال هم زندگی کنه، امونت داره و باید اینو بسازیم تا ببینیم به کجا این زمین کشیده میشه. ولی نه به این صورت افکار منفی بودن و اشتباهات سیاسی که 5 سال 57 کردن و ملت ایران رو به اسارت یک نیروی منفی، شیطانی و کثیفی و اسیر کردن. امید جان در خدمت هستم. سپاسگزارم سیاوش جان، خیلی حرف داری به خاطر اینکه مدتی هم هستش که خب برنامه اجرا نمی کنی، به قول خودت اعتصاب هستی و من نمیخوام بهش بپردازم و زیاد میدونید سیاوش جان، مردم کشور ما دیگه خیلی باهوش شدن. امروز مردم کشور ما، من مطمئنم که فردا به نهاد پادشاهی رأی خواهند داد و
از دور همه چیز رو میبینن. من برای همین در ارتباط با تلویزیون های دیگر و کسان و مجریان دیگر سخنی ندارم، برای که مردم ایران انقدر باهوش هستن که سریع شناسایی میکنن. من چند وقت پیش، یعنی دو هفته پیش، دیدم در یکی از این تلویزیون هایی که در لس آنجلسه آقای اومده داره به فرهنگ ایران توهین میکنه. پشت سر هم مردم ایران زمین تلفن میزدن و حق این آقا رو کف دستش میذاشتن و کسانی که با آب و خاک ما دارن خیانت میکنن و کسانی که دارن نقش بازی میکنن در پشت این تریبون ها و در پشت این دوربین ها، مردم اینا رو شناسایی کردن، میشناسن و در فردای ایران پاسخشون رو میدن. هرچند همکنونم پاسخو میگیرن زمانی که برنامه هاشون دیده نمیشه و میبینیم در صفحه یوتیوب و اینا کسی به اینا بها نمیده. بنابراین نیازی نیست که ما بخوایم کسی رو رسوا کنیم. اما در ارتباط با جوانان، سیاوش گرامی، جوانان ایران، من میخوام که شما همچنان باشون ارتباط دارید، که مثلا شما، من میدونم که خیلی فعال بودی و با جوانان خیلی گفتگو میکردی و خب میدونم که ارتباطاتت خیلی زیاده در آمریکا و میخوام ببینم که فضای طیف هواداران پادشاهی رو در چه جایگاهی الان میبینی و چگونه است؟ آیا به راستی این خون در رگ هواداران پادشاهی هنوز در جریان هست که روز به روز بهبود بره یا نه؟ نظر چیه؟ امین جان سوال خوبی بود، واقعا سوال خوبی است. یه چیزی من بگم، بیایم از طرف خودمون این حرف رو نزنیم. من خودم، منو میشناسی، من طرفدار پادشاه پارلمانی هستم و دلیلش هم خیلی مشخصه. ولی بیایم از طرف دوستان بزرگمون، چه جمهوری خواه ها چه چپی ها صحبت بکنیم، بیشتری هاشون مثلا حتی مجاهدین ها تو تلویزیون هاشون یا برنامه هاشون رو من میشنم میبینم و گزارار میکنم ببینم چی میگن، در افکار فکرشون چیه و دارن چی صحبت میکنن. یه کلمه رو خیلی استفاده میکنن و تو این چند وقته مخصوصا سن میگن که مردم ایران آگاه شدن، مردم ایران آگاه شدن. من دوست دارم ببینم از مجاهدین ها صحبت کنم یا از چپی ها صحبت بکنم باشون یا جمهوری خواه ها صحبت بکنم که حق قانونیشون هم هست که این طرز تفکر رو داشته باشن. ازشون سوال میکنم ملت ایران آگاه شدن، چی شدن؟ طرفدار مجاهدین شدن؟ آیا ملت ایران و جوان ها آگاه شدن؟ طرفدار کمونیست شده؟ آیا ملت ایران آگاه شده؟ طرفدار جمهوری خواه شدن؟ آگاه چی شدن؟ شما وقتی به یک ملتی در این میگین اکثریت آگاه شدن، چی آگاهی رو پیدا کردن؟ غیر از طرفدار فرهنگ خودشون، غیر از اینکه متوجه شدن تاریخشون چی بود، غیر از اینکه فهمیدن اسلام چی بود، چه کار کرده باشون 1400 سال، غیر از اینکه فهمیدن که رضا شاه چه کار کرد، غیر از اینکه فهمیدن که محمد رضا شاه چه کار کرد، آیا فهمیدن کوروش چه کار کرده یا نکرده؟ بس آگاه شدن. بس وقتی آگاه شدن فکر میکنیم ملت میرن چی میشن؟ میگن آقا ما میخوایم رأی بدیم به کمونیست، میخوایم نمیدونم رأی بدیم مجاهدین بیان سر کار. من از این مجاهدین ها یک سوال خیلی ساده ای دارم وقتی توی برنامهشون اجرا میکنن و در تلویزیونشون صحبت میکنن. آیا شما خجالت نمیکشین وقتی بگین که ملت آگاه شدن که تو چرا آگاه نشدی؟ تو چرا آگاه نشدی و تو نشستی و نفهمیدی تو هم بازی این استعمار قرار گرفتی و اون صندلی رو گرفتی و در این صحبت میکنی؟ اگر ملت آگاه شدن، تو چرا از خودت سوال نمیکنی که من چرا آگاه نشدم؟ من چرا؟ ولی اگر بیان با چپی ها صحبت بکنیم، چپ امی جان، این وقتی انسان به دنیا میاد یک واقعیت طبیعته، یک طبیعته، میتونه در هر انرژیش به هر طرفی بره، مثبت یا وسط یا چپگرا باشه یا به قول معروف منفی باشه یا اینکه نکنم بودم، و از نظر طبیعتش اینجوریه، نه اینکه نمیدونم بهش غالب کردن. و این طبیعت رو استعمار استفاده کرده، چپا رو برمیداره، کسی که چپه میچسبونه توش، میبردشون به طرف کمونیست بودن و یا نمیدونم شوروی یا چاینیز. تو میتونی یه چپ خوب ایرانی باشی، چپ خوب پادشاهی ایرانی میتونی باشی.
تو میتونی یه چپ بهترین باشی که چه اتفاقا چپ ها واقعا انسان دوستن. خوب نگاه کنین حرفشون هیومن رایته و حرفشون بشریت انسانیته، حتی مرز هم نمیشناسن، یعنی اینقدر قلبشون بزرگه. فاین، ولی میتونی یه چپ خوب ایرانی باشی که بذارید یک بار شده شوروی، کمونیستا، نمیدونم چین، نورد کوریا از شما یاد بگیرن چپ بودن یعنی چی. چرا از شما یاد نگیرن؟ چپ پادشاهی باشی و این انرژی شماست، هیچ کس نمیتونه ازتون بگیره. هر کس بیاد شما با شما مخالف باشه اشتباه داره میکنه. شما هم دیدگاهی دارید که دیدگاهتون هم خیلی درسته و ما و پادشاهی هم یه دیدگاهی دارن، دیدگاهشون درسته، ولی برای همین بعضی موقع پادشاهی ها اشتباه میکنن. اگر بیان دیدگاه شما رو هم نگاه کنن و شما هم دیدگاه پادشاه رو نگاه کنید، میتونین حلش کنید. مثل این دو تا بال هواپیما احتیاج به همدیگه دارن و جمهوری خواه هم همینطور که وسط هم. و این باید با هم کار بکنن و ملت ایران آگاه شدن. خیلی خوب، بیان ازشون سوال کنید آگاه سر چی شدی؟ چی آگاه شدی؟ شلاق چجوری بخوری؟ آگاه شدی چجوری نمیدونم رشوه بدید به آخونده؟ آگاه شدن که چجوری تجاوز بهتون بشه؟ آگاه چی شدن؟ آگاه شدن این دفعه فهمیدن فرهنگشون چیه؟ کشورشون چه موقعیتی هست؟ و کشور دنیا کی هست؟ دنیا چجوری آدم سازی میکنه و میفرسه و ملت رو گول میزنه؟ و خوشبختانه آگاه شدن. من مطمئنم برای همینه که شاهزاده رضا پهلوی با قدرت زیاد همیشه میگه که حرف دارید تو صندوقا بیاین جواب بدید، حرف دارید با صندوقا جواب. برای همینه همه ناراحتن و میدونن در اون صندوق چی میاد بیرون. خودشون میدونن، خودشون انقدر، اگر کسی که سیاست مدار باشه، اگر کسی که واقعا خودشو آقا و عقل و عاقل و هر چیزی که میخواد حساب بکنه هست و داره، بس میدونه ملت ایران چی میخواد. این چه سوالیه که باید بگن آیا ملت چی میخواد یا نمیخواد. و الان تازگی هم خیلی این کلمه رو تو تلویزیون نمیدونم اجازه دارم صحبت کنم از این بابت. خواهش میکنم شما سیاوش جان آزادی. من در مورد خودم بارد. شخصا در مورد تلویزیون دیگه گفتم، شما آزادی هر چی دوست دارید بگید بفرمایید. تلویزیون پارس که یک برنامه زور بود با آقای مهبودی داشتن صحبت میکردن، یک کلمه درست میکنن، ما چیکار کنیم امید مردم برگردن، اون امیدی مردم که وارد شده از طرف اپوزیسیون برگرده. من یک سوالی دارم از آقای نوریزاده که این کلمه رو خیلی در ناامیدی به ملت در تزریق میکنه، خیلی با سیاست مداره، خیلی جالبی در این کار میکنه که ملت ناامید باشید، ناامیدی هستید، شما در ناامیدی هستید، اپوزیسیون ناامیده، ناامیدی کردن. این کلمه رو خیلی داره استفاده میکنه تو صحبتشون. چرا اینو میگه که مردم ناامید بشن از این بابت؟ و این زیرکانه در این کار رو انجام میده. ولی من ازشون میخوام سوال بکنم آقای نوریزاده، با احترامی که من به شما دارم، چی کرد این ناامیدیو؟ مادر من؟ پسرعمه من؟ این ناامیدیو کی کرد؟ غیر از خودت؟ غیر از گروه خودتون؟ غیر از افرادی که میشینی و بلند میشینی؟ این ناامیدیو کی کرد؟ آخوند کرد؟ بس هنوز شما از آخوند کلک میخورید؟ آقای مهبودی شما به من بگید این ناامیدیه که شما به ملت میگین ملت ناامید شدن از اپوزیسیون کی کرد؟ بس خودتونی. آیا وقتش نیست که این ناامیدی رو به امید تبدیل کنی؟ چرا ملت رو میخواین به کشتن بدین به خاطر ندانستن و کینهای سیاسی خودتون؟ خودتون خبر دارید، شخصا خبر دارید که ملت ایران چه شخصی رو به عنوان رهبریت میخواد؟ و آدم سیاسی هم میدونه که ملت یک رهبر میخواد به عنوان حداقل برای حرکتش برای براندازی جمهوری اسلامی. یک نفر یک سازمانی رو میخواد که از اونجا فرمان بیاد و حرکت کنه. در جبهه جنگ هم همینطور، ما باید فرمانده داشته باشیم تا بتونیم حرکت کنیم. اگه فرماندهمون از بین میره، افسر بعدی به خدمت دستور به ما میداد. افسرمون هم از بین میره، گروبانی که داشتیم اون به ما دستور میداد چه کار کنیم.
چطور میشه که همشو مردم رو میخواید گیج نگه دارید و میگین ملت ناامید شدن از اپوزیسیون؟ بس این کی این کار کرد غیر از خودتون و دوستان دیگه تون؟ آیا این خدمتگذاری برای جمهوری اسلامی نیست؟ بله این بفرمایید. بله بفرمایید. بله درسته، بله حق با شماست. بله دقیقا امی جان، برای همین ملت ایران خیلی قشنگ، امی جان خوب نگاه کنید، ملت ایران خیلی قشنگ دارن عمل میکنن. سال 2008 اومدن بیرون، ضربه رو 2009 مذارت میخوام 2009 اومدن بیرون، چندین ضربه به جمهوری اسلامی زد که این درختش افتاد و تا این دو ساله تمام دنیا اومدن این درخت زیر درخت رو گرفتن که نیفته. دو ساله الان شد سال سوم دارن این درخت رو میگیرن، به هر عنوانی سعی کردن آدمای مختلف و امی جان بیارن، یه بار موسوی آوردن مثل دلقک جلو ملت گذاشتن، ملت توفشون کردن، نمیدونم اشخاص دیگه رو کروبی آوردن توفشون کردن و سعی کردن در خارج از کشور آدم سازی بکنن، ملت کفشون کردن، یا تمام نشستاشون شکست خورد، تمام نشستاشون الان دیگه کسی مهره ای ندارن، هنوز نرفتن برن دست بزنن رو کلمه شاهزاده رضا پهلوی. برای همینه همینجوری ملت دارن سرگرم میکنن با برنامه سازیشون، ولی ملت ایران میدونن کیو میخوان، میدونن چی میخوان و منتظر هستن زمانی که شاهزاده رضا پهلوی که در صحنه هست. اینو شک نکنید، کاراشو خیلی با سیاست مداره بسیار قشنگی داره انجام میده، میخواد نشون بده ملت ایران خجالت بکشن این اپوزیسیونی که ادعا میکنن عاشق ایران هستن، ادعا میکنن زمان 57 برای پادشاه جنگیدن به خاطر بهتر بودن، ادعا میکنن که اینا میدونن دارن چی کار میکنن، ادعا میکنن که چرا به عقیده همدیگه احترام نذاریم، ادعا میکنن و نگاه گذاشتشون که دستشون قشنگ رو بشه که ببینین اینا هستن ترمز سازندگی ایران، ترمز گرفتن پس گرفتن ایران، اینا هستن. و ملت ایران آخر یک روزی که همینجور که همه اون خبر داریم اون لشکر بزرگی در داخل ایران هستن، آماده هستن کشور رو پس میگیریم، اتفاق خواهد بیفته و حتما هم میفته به خاطر اینکه رای نیست از بین بردن جمهوری اسلامی برای تمام دنیا و خبرها خیلی هم خوب هست و هر چیز زودتر هم این اتفاقات در این چند ماه بعد اتفاق بیفته. در گوش هستم امید جان. سیامش گرامی واقعا حرفات خیلی جالبه. بله ملت ایران آماده است که کشور رو پس بگیره، آقای خامنه ای اینو تو گوشش فرو کنه، ملت ایران این بار کشور رو پس خواهد گرفت. در میهن پرستی خاندان پهلوی همین بس، زمانی که شاهنشاه فقید احساس کرد که کشور ها وارد هرج و مرج شده و خیانت ها داره زیاد میشه، اومد یکی تقریبا هم مخالفین خودش رو صدا کرد به نام دکتر بختیار که ایشون هم به راستی یک میهن پرست بود، گفتش که شما بیا جای من بشین ببینم که چه میکنید و بختیار هم بزرگ مردی کرد و قبول کرد، چون در اون شرایط پذیرفتن تخت پادشاهی و نخست وزیری بسیار خیلی خطیر و خطرناک بود. کدوم پادشاه مملکت و یا کدام رهبر یک ملت میاد به این راحتی از قدرت خودش حاضر بگذره به خاطر آبادی میهنش؟ فراسی حالا میگه خیلی جالبه سیاوش جان، میگن شاه ترسو اگر میستاد میکش که میگفتی جنایتکار، چه میکرد شاهنشاه فقید؟ بهترین گزینه رو انتخاب کرد، بهترین گزینه رو انتخاب کرد و خیانت ملتی، خیانت این گروه های اسلامگرا و توده‌ای و چپ در سال 57 نمایان شد. بختیار 10 روز پیش از 22 بهمن تمامی آزادی‌ها را در این مملکت داده بود، چرا دوباره انقلاب کردند؟ پس این نشون میده که یک جریانی پشت داستان بود و خیانت‌های گسترده. و آیا بزرگترین ارتش ایران که دست شاه بود ضعیف‌تر از این 4 تا جوجه بسیجی بود که جنبش سبز تونستن سکوت توش بیارن و سرکوب کنن؟ پاسخ اینه که نه، پادشاه ایران میتوانست با ارتشش اون خائنین به ایران رو که ریخته بودن در خیابون سرکوب کنه، اما شاه ایران گفت در بین این خائنین عده‌ای مردم هستن که ناآگاهن و حاضر شد از قدرت خودش بگذره. در میهن پرستی خاندان پهلوی همین بس که دختر و پسر محمد رضا شاه بزرگ
به خاطر آب و خاک خودشون که طاقت نداشتن که ایران این چنین به دست دشمن بیفته خودکشی کردن. آیا یک تار مو تا حالا شنیدید از بچه های این آخوندا کم بشه؟ آیا شنیدید آخوندی حتی به خاطر همون دین کثیفش خودکشی کنه؟ و امروز اگر ما در کنار یگان پسر محمد رضا پهلوی بزرگ و رضا شاه بزرگ نیستیم، خائن به میهن هستیم، خائن به کشور هستیم. و امروز خیلی خوشحالم سیاوش اینجایی، به خاطر اینکه یاد روزای پیش افتادم که با هم برنامه اجرا میکردیم و خودت شاهد بودی که از ایران چقدر تماس داشتیم. آیا این تماسایی که از ایران داشتیم هنوز داری سیاوش جان؟ دقیقاً هنوز تماس میگیرن و هنوز با ایمیل یا با فیسبوک با اسکایپ خیلی با هم صحبت داریم با دوستان و واقعا اونا هم میس کردن برنامه، این برنامه رو. و جوان ها خیلی یه جورایی یه حالتی بکنن به خاطر شما بود، واقعا کنک کرده بودن، قلبا رسیده بود به شما و خوب بود که ادامه پیدا بشه، ولی متاسفانه بازم یه دستایی شاید پشت پرده باشه که این سعی کردن این برنامه رو قطع بکنن و دردسر درست بکنن. ولی دوستان ایرانی ها خیلی ها منتظر هستن، حتما همینه. امید جان بعضی موقع هست که آدم سعی میکنه همونجا حلش کنه مسئله رو، ولی متاسفانه وقتی که سال 57 انقدر پادشاه عزیزمون انقدر تنها خودشو دید، به قدری خودشو تنها دید که گفت بهترین چیز بذارین تاریخ خودشو قضاوت بکنه و اون چیزی که ملت میخواستن، فکر کرد ملت میخواستن، از یه عده بیشتر نبودن، اومدن بیرون و کشور رو دست گرفتن، همه فکر کردن به طرف خوبی و سازندگی. اگه یاد نمیدونم یادتون هست یا نه، اون موقع یک جهادی درست شده بود به نام جهاد سازندگی. اول شلوغ شده بود جهاد سازندگی، گفتیم و چقدر شلوغ دارن میخوان بسازن و خیلی هم سریع هم از بین رفت، شاید 7-8 ماه یه سالی هم نشد از بین رفت، اصلا نه این بدونن جهاد سازندگی بکنن، اومده بودن جهاد خرابی درست کنن و ملت گول خوردن. و مخصوصا افرادی که اپوزیسیون و سیاسی باشن باید خیلی مشخصه، ملت ایران نمیتونه که در هر موردی تخصص پیدا کنه. مثلا من شخصا که نمیتونم میکانیک باشم، جراح باشم، دکتر خودم باشم، کشاورز باشم یا آشپز خیلی خوبی باشم، وقتی که احتیاج دارم به جراحی چیزی میرم پیش تخصصش. همونطوری هم در سیاست هم ما باید به طرف تخصصا بریم و اونایی که در سیاست تخصص دارن و درسشو خوندن و وارد شدن باید اونها هستن که ملت ایران رو آگاه کنن. ولی متاسفانه مثل دکتر بد و دکتر خوب در سیاست مدارامون هم هستن، انگار سیاست مدارامون بیشتر سیاست مدار بدی هستن تا هم سیاست مدار خوب و کارشون رو در درست انجام ندن. سال 57 کشور رو به راحتی که به همون جور که گفتیم بختیار واقعا روی شاد باشه آزادی رو داد به همه اپوزیسیون، ولی اونا معلوم بود سیاست مدار خوبی نبودن و از بین بردن این آزادی رو و کشور هم از بین رفت. و حتی من شما پوزش میخوام یک آوای بله. هواپیمای از اونجا رد میشه داستان بله. چیه؟ نه که این چمنزن ما اومده بیرون در چمنزن بزنیم برای همین میخواییم یه آهنگی چیزی بذاری شما. نه مشکلی نیست، فکر کنم الان مگه خیلی طول میکشه این کارشون؟ بله میه چند دقیقه طول میکشه. البته من به شنوندگان گرامی بگم که هلوهاش 17 دقیقه دیگه در بخش دوم برنامه در مورد تریتا پارسی که داره به سوئد میاد و در کل در ارتباط با لابیست های حکومت اسلامی که ریختن در کشورهای اروپایی و دارن آب و خاک ما رو میخوان مثلا با دیپلمات های اروپایی معامله کنن و کاری کنن که جمهوری اسلامی عمرش چند روز بیشتر بمونه، سخن خواهیم گفت با بانو فیروزه قفارپور که در استکهلم هستن و من چند دیدار با ایشون داشتم. اتفاقا یک جلسه هم با هم رفتیم در کنار احزاب سیاسی چپ و دوستان و یاران کمونیستمون و اونجا من اتفاقا این شیر خورشید سنجاق سینا هم همیشه دارم رو کتم
رفتیم و یه گفتگویی کردیم که چه بکنیم امروز جلو این لابیستا چه بکنیم. حالا اون در بخش دومه. سیاوش جان اتفاقا یک عکسی هم در فیسبوک خود داشتین که شما با دوستان چپ استادین و پرچم شیر و خورشید هم بردید و سرش هم دوستان عزیز گرفتن و یک طرفش هم شما گرفتن. این عکس به چنان و تمام دوستان چپ هم اونجا عکس گرفتن با شما. واقعا این عکس به نظر من تاریخی شد و این عکس بسیار زیبایی بود به نظر من. واقعا وقتی دیدمش پر از انرژی بود، انرژی مثبت که این عکس چقدر قشنگ بود. و واقعا درود بر تمام دوستانی که تو اون عکس هستن و جای منم خالی که اون عکس رو در کنارتون باشم و با هم دیگه همه پرچم شیر خورشید رو بگیریم و برگردیم به سرزمین ایران عزیز خودمون. امید جان نمیخوام مزاحمتون بشم، میدونم برنامه فشرده هست و مخصوصا مهمان دیگری هست که منم خیلی دوستش دارم، خانم قفارپور واقعا بانو نازنینی هست و خیلی صادقه، خیلی کارش تمیزه و من از صداقتش خیلی لذت میبرم و مطمئن باش امین جان شما جوونا هستین که کشور رو پس میگیرید. من همیشه گفتم جوانا این کشور رو پس میگیرن و صاحب این کشور هستن و چون قدر آزادی اینا بهتر میفهمن، قدر دموکراسی بهتر میفهمن، معنیشو بهتر میدونن و بهتر از میتونن دموکراسی و آزادی رو برای ایران بیارن. اون دوستانی که در خارج از کشور بعد از 33 سال نه معنی آزادی رو یاد گرفتن، نه معنی دموکراسی رو یاد گرفتن و همیشه و شکست خوردن در این 33 سال که خودشون دارن اقرار میکنن که ملت ناامید شدن از دست اپوزیسیون. اقرارش برشکستی مثلا چند روز پیش بود، یک دوست عزیزمون کارگردانیم به نام نوریزاد اعتراف کرد ما شکست خوردیم، ما دزدی کردیم، ما خیانت کردیم، ما آدم کشتیم. اپوزیسیون خارج از کشور که گروه های مختلفی هستن اقرار دارن میکنن، به یه صورت دیگه میگن که ملت ناامید شدن از اپوزیسیون، یعنی شکست خودشون. ولی جوانان ایران شکست نخوردن، با قدرت ایستادن وسط امید جان، با قدرت کشور رو پس میگیرن و معنی دموکراسی رو بلدن و مطمئنا پیادهش میکنن و معنی آزادگی و معنی که فرهنگ خودش که از همه مهمتره ایران که فرهنگ واقعا غنی هست، معنیشو فهمیدن و تاریخ خودشو یاد گرفتن. یکیش هم شما هستین امید جان که واقعا به درود میفرستم، واقعا ازت سپاسگزارم که با هر شرایطی زندگی کردی ولی نگذاشتن دست پاتو ببندن و درود بر شما جوانا و مطمئن باشین که کشور متعلق به شما هست. مطمئن باشین سیاوش گرامی، امید دارم که روزی در ایران آزاد من و تو دوباره اونجا یک برنامه‌ای داشته باشیم، حتی یک تلویزیونی داشته باشیم و خیلی آب و آرامش کامل. خب اون زمان دیگه انقدر نخبه در ایران داریم که همه پشت شاهزاده ایران قرار خواهند گرفت و یک نظام پادشاهی اونجا پیاده میشه. من در این شک ندارم. من به راستی سیاوش جان همیشه معتقدم که کالبد شاهنشاه فقید، من اینو میگم آقایون که همچنان میخندن و میگن فردا ایران نظام پادشاهی جایگاهی نداره، من میخوام بگم کالبد شاهنشاه فقید اون فقط ما از مصر برداریم بیاریم در ایران، رأی های مردم رو جمع کردیم و همچنان کالبد محمد رضا پهلوی کوه و تکون میده و طبق گفته روانشناسان اجتماعی از میدان شهریا تا میدان فوزیه بزرگترین تجمع تاریخ شاید بشریت اتفاق بیفته. میگید نه؟ فردای ایران خواهیم دید، فردای ایران خواهیم دید. سیاوش گرامی واقعا سپاسگزارم از شما که گاهتو برای ما گذاشتی. ما با هم یه 40-50 دقیقه گپی زدیم و یاد اون روزا رو من واقعا میخورده زنده شد برام. بیشتر دستم بیای که یاد اون روزا بیاد. مرسی عزیزم امید جان، سپاسگزارم از شما که این وقت رو دادین و از آقای توکلی واقعا سپاسگزارم که این مردم واقعا خسته ناپذیره، 24 ساعت کار میکنه برای ملت ایران. از شنوندگان رادیو استان از همه تونم سپاسگزاریم، به امید اون رو پاینده ایران باشه و واقعا از تمام جوانان ایرانی از همه تون سپاسگزارم که به قول معروف ننشستید و
و تا زمانی که ایران رو پس بگیره. سپاسگزارم امید جان. بدرود. سپاس از مهرت، پاینده ایران، جاوید، سامانه پادشاهی ایران. بدرود سیاوش جان. بدرود، پاینده ایران. بدرود. خب اینم از صدای دلنشین سیاوش گرامی.